مهمان امروز رادیوی ایراوا آخرین زندانی سیاسی قیام 18 تیر سال 78 می باشد. آقای بهروز جاوید تهرانی متولد سال 1357 دانشجوی رشته کشاورزی در جریان قیام دانشجوی سال 78 دستگیر شد. از جمله اتهامات او تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. آقای جاوید تهرانی آخرین بار در سال 1384 به گفته منابع خبری رژیم به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام بازداشت شد و در دادگاهی که بدون حضور وکیل برگزار گردید به 7 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد که حکم شلاق وی اجرا گردید. به مجموعاً بیش از 11 سال از عمر خود را در زندان‌های مختلف رژیم گذرانید. جاوید تهرانی آخرین زندانی باقی مانده از سال 78 در ماه دی به دنیا آمد و در دی ماه نیز در سال 1390 از زندان رهایی یافت. در آستانه سالگرد قیام 18 تیر فرصت پیش آمد تا با آقای بهروز جاوید تهرانی گفتگویی داشته باشم که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کند. آقای جاوید تهرانی با سلام خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت به این گفتگو رو پذیرفتید. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالم که دعوتم کردید برنامه‌تون. خواهش میکنم. آقای جاوید تهرانی در مورد تاریخچه دستگیری و دوران زندان شما اطلاعات زیادی منتشر شده و دوستان حتما خوندن این اطلاعات رو، ولی خواهش میکنم خودتون بفرمایید که در چه تاریخی دستگیر شدید و مجموعا چند سال در زندان بودید؟ من دقیقا روز 21 تیر ماه ساعت 3 بعد از ظهر دستگیر شدم. مجموعاً بیشتر از 11 سال زندان بودم. دانشجو چه رشته‌ای بودین شما؟ من کشاورزی رودهن می‌خوندم دانشگاه آزاد، ولی خب یه نکته رو بگم که مادرم بعدی که من افتادم زندان رفته بود که پرونده‌امو بگیره که من ادامه تحصیل بدم تو زندان، ولی گفته بودن ما اصلا یه همچین دانشجویی نداریم. بعد رفته بود که ریز نمرات دیپلممو بگیر و پرونده دیپلمو که اونجا دوباره ثبت نام کنم و حتی از دادن ریز نمرات هم امتناع کرده بودن مسئولین آموزش پرورش. چرا؟ والا من دیگه فرصت نکردم پیگیر این قضیه بشم وقتی که اومدم بیرون، ولی دلیلش بعد از خودشون پرسید. شما گفتین که در چه تاریخی و دستگیر شدید. می‌خواستم ازتون بپرسم که چون شما تو اون زمان بودین، درگیر بودین با قیام دانشجوی 18 تیر، آیا 18 تیر فقط اعتراض به توقیف و بسته شدن روزنامه سلام بود یا اینکه کلاً کل نظام رو نشونه گرفته بود؟ خب اول این توضیح بدم خدمتتون که حادثه 18 تیر دقیقاً شب جمعه اتفاق افتاد و تا ظهر جمعه هم ادامه داشت. من خودم چون سایکای کوی دانشگاه نبودم، تو این درگیری مقدماتی نبودم و فقط از روز شنبه ساعت 9 صبح که فراخوان اعتراضی در حمله به کوی دانشگاه بود من حاضر شدم تو تجمعات. بله. عرضم به خدمتتون که من فقط یعنی خود 18 تیر رو من نمیتونم اون حادثه حمله به کوی رو راجبش نظری بدم چون نبودم. ولی از صبح شنبه که شروع شد، خب اصلا ابتدا دقایق اول شعارهایی که بود شعار مرگ بر خامنه‌ای بود. اینم اولین بار بود بعد قریب 20 سال این شعار داده میشد. 10 سال بود که تهران تقریبا کل ایران خفقان کامل بود، تو صدایی از کسی در نیومده بود و فکر نمی‌کنم مردمی که اومدن این همچین شعاری رو مطرح کردن از همون دقایق اول به قصد اصلاحات اومده بودن و کاملا به نظر من اکثریت مردم قصد براندازانه داشتن. هرچند که یه جاهایی هم حالا یه جریان‌هایی بودن که شعار می‌دادن وای اگر خاتمی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. خب جمعیتی هم که شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دادن از این افراد تبعیت می‌کردن، می‌گفتن خب اینم یه تاکتیک بود. مردم می‌خواستن اینجوری هم خاتمی رو به اتخاذ موضع رادیکال‌تر تشویق کنن و هم فرصتی به دست بیارن تا مردم بیشتری بهشون ملحق شن. خب یه خورده از موضوع هم دور شدیم. نه اشکال نداره. همه اینا رو گفتن نتیجه گیری کنم. بفهمید. با وجود که همه جور طرز فکری و حتی میشه گفت وندالای خیابونی هم تو اون تجمعات و شلوغیا بودن، ولی به نظر من اکثر مردم که همون شعار مرگ بر خامنه‌ای رو سر می‌دادن قصدشون براندازی بود. بله در این حال آقای جاوید تهرانی یه عده بودن و هنوز هم هستن که میگن خاتمی به نسل جوان خیانت کرد. شما چی فکر می‌کنید؟ والا خاتمی به نظر من خیانتی نکرد. خاتمی اتفاقا به بهترین وضع ممکن از اون خواستگاه طبقاتی که داشت دفاع کرد. این جوانایی که حرف خاتمی رو باور کردن بودن که به خودشون خیانت کردن. خب الان هم در رابطه با چیزی که موسوم هست به جنبش سبز و سران اون، منظورم موسوی هست، همینطور میگن این موضوع رو باز تکرار میکنن آقای جاوید تهرانی که موسوی هم امید یک نسل رو برباد داده. برداشت شما چیه؟ من در مورد موسوی نمیتونم چیزی بگم. موسوی فعلا تو حرس خونگی و به حال داره هزینه میده، هرچند هزینهش به اندازه زندانیان سیاسی نیست، ولی باز از کسی از آزادیاش محرومه.
و فعلا هم تریبونی نداره که پاسخگوی انتقادایی باشه که ازش میشه. بکنم نقدشون یه خورده پشت تریبون رسمی زیاد اخلاقی نباشه. زندانی شدن هموطنانمون آقای جاوید تهرانی به خاطر فعالیت‌های سیاسی که انجام میدن توسط رژیم ایران خیلی نگران کننده هست، ولی وقتی یک زندانی سیاسی در داخل زندان هم دست به اعتراض میزنه در این حالی که باعث غرور آدمی میشه، ولی خب این نگرانی رو هم صد چندان میکنه که جونش در معرض خطر بیشتر قرار بگیره. شما به عنوان یکی از زندانیان سیاسی که بارها دست به اعتصاب قضا هم زدید و مرتبا به خاطر این کارتون انفرادی کشیدید، چقدر در به دست آوردن مطالباتتون موفق بودید فکر میکنید؟ والا حداقل سودی که برام داشت این تجربه بود که کسب کردم که این آقایون خودشون رو به خواب زدن، بلکه یعنی میخوام بگم از اون نفهمیشون نیست این کارهایی که میکنن، بلکه آمدانه دارن یه سری حقوق دیگران رو نقض میکنن. عرضم به خدمت که بیشترین اعتراضی هم که من کردم به مسئولین بیشتر به خاطر ضرب و شتم و برخورد وحشیانه بود که با سایر زندانی ها مثلا زندانی عادی داشتن. خب نتیجهش هم میشه گفت این بود که مامورا همچنین به صورت یه بازرس حقوق بشر رو من نگاه میکردن و این ضرب و شتم و شکنجه زندانی ها رو به صورت مخفیانه دیگه انجام میدن یا سعی میکردن که اثری ازش نمونه. حتی مثلا باتوم زدن به پشت زانو و پا تقریبا حذف شده بود و از فلک استفاده می بود همچنان، ولی سعی میکردن که اثری ازش نمونه یا اینکه تو انظار عمومی این کارو نکنن، که چون یک بارم به دادگاه رفتیم و شهادت دادم علیهشون دیگه نتونم شهادتی بدم. آقای جاوید تهرانی، نمیدونم این سوال رو بپسندید یا نپسندید، ولی سوالم اینه که چرا شرایط دردناک زندان رو برای خودتون غیر قابل تحمل تر میکردید؟ شاید به خصلت فردین برگرده، نمیدونم. نمیتونستم ساکت باشم در مقابل خیلی چیزا. یکی دیگه از فعالیت‌های شما در دوران زندان نوشتن نامه بود و حمایت از اعتراضات خارج از زندان. چجوری شما از وقایع خارج از زندان با خبر می‌شدید؟ بیشتر اطلاعاتمون ما از طریق تلفن به دست می‌آوردیم، تلفنی که با دوستانمون تماس می‌گرفتیم. هیچ محدودیتی نداشتین برای استفاده از تلفن توی زندان؟ تو دورهای مختلف زمان تلفن فرق میکرد. مثلا ما همون سال 77-78 که زندان بودیم هر دو ماهی 5 دقیقه تقریبا تلفن داشتیم، ولی خب این یه خورده به مرور بیشتر شد تا به روزی 10 دقیقه هم رسید، ولی خب تو دو سال آخر تقریبا قطع شد یک دفعه، یعنی تلفن ها رو کلا قطع کرد. دو سال که میشه گفت یک سال و 4 ماه آخر. یک فعالیت دیگه که شما میکردین و فکر میکنم هنوز هم ادامه میدین، آقای جاوید تهرانی بسیار باعث افتخار هست اگه بتونم این کلمه رو واقعا صمیمانه بگم، و اون فعالیت بجا و کم نظیر شماست در رابطه با گفتن حقیقت و زدودن تهمتهایی که رژیم و حامیاش سعی داشتن به همبندان شما و دیگر زندانیان سیاسی وارد کنم. سوالم این نیست که این کار براتون گرون تموم میشد، که فکر میکنم به دلیل ماهیت این رژیم تصورش زیاد سخت نباشه. سوالم اینه که دفاع از کرامت انسانی هممندانتون چقدر به دیگران روحیه میداد؟ به هر حال بی تاثیر نبود، اینم چه تو زندانی عادی چه تو زندانی سیاسی تاثیر خودشو داشت. اولین حسی که زندانی بهش دست میده احساس فراموش شدنه، احساس میکنه زندانی که تمام دنیا دیگه فراموشش کردن، هر ظلمی که در حقش میشه هیچ کی انگار نمیبینتش. ولی زمانی که زندانی می دیدم اون دردشون رنجشون بیرون از زندان منعکس شده، خب یه روحیه مضاعفی می گرفتن. هنوز هم زندانیان سیاسی همچین احساسی دارن با وجودی که اینقدر سر و صدا هست در خارج از ایران حداقل برای نجات جانشون؟ فکر می کنن تنها هستن؟ در حال حاضر زندانی سیاسی خیلی ایزوله شدن، مخصوصا تو زندان رجایی شهر، و تنها رسانه‌ای هم که اونجا میرسه روزنامه‌های خود اصولگرای رژیم هستش و همچنین صدا و سیما، بعضا هم تک و توک رادیویی هستش که فقط رادیو فردا رو میتونن باهاش گوش بدن، و چنان چیز خاصی از بیرون به داخل زندان منعکس نمیشه، مخصوصا با قطع تلفن ها و قطع ملاقات حضوری. خیلی اخبار قطره ای وارد میشه، حالا نمیتونم بگم که کامل قطع شده، ولی تا حدی این ارتباط محدود شده. شما اشاره کردید رادیو فردا رو اونجا گوش میدن، چجوری رادیو فردا رو اجازه میدن زندانیا گوش کنن؟ نه خب رادیو به صورت قاچاقی، چیزایی که به صورت قاچاق معامله میشه تو زندان، مثل MP3، مثل رادیو، اینجور وسایل هستن که قاچاق معامله میشه. و رادیو، چون رادیو فردا خب به خاطر بودجه کلونی که داره روی موج متوسط هم میتونه برنامه پخش بکنه، تنها رادیویی که اونجا گرفته میشه تو زندان. آقای جاوید تهرانی، شما به دلیل این مدت زیادی که توی زندان بودید با خیلی از زندانیان سیاسی آشنا شدین. میتونم بپرسم کدوم یکی از زندانیان سیاسی بیشترین تاثیر رو روی شما داشتن؟
فکر کنم از هر زندانی عادی و سیاسی که با سعید ماسوری همبم بوده این سوال بپرسید، همین اسم سعید ماسوری واسهتون میارم. بر اساس اسنادی که موجود هست و همینطور شهادت زندانیانی که از مرگ نجات پیدا کردن، در دهه 60 زندانیان سیاسی به جز تحمل شرایط وحشتناک زندان با معضل دیگری روبرو بودند به نام توابها. میخواستم بپرسم در دوران زندان شما یا زندانیانی بودند که شاید قصد داشته باشند مثلا از اعتراضات افرادشون خود شما جلوگیری بکنن؟ آنظام خدا تو زندانی سیاسی که به این شکل دیگه وجود نداره مسئله توابین. بله. ولی خب به هر حال زندانیایی هستن که به صورت مخفیانه با حفاظت زندان همکاری دارن، ولی اون شکلی که به صورت توابین دهه 60 بود و میومدن با شلاق حتی من شنیدم میزدن، میومدن زندانیا رو میزدن، حتی زیر چهارپایا رو میزدن، دیگه به اون شکل وجود نداره. کسی هم اگر این کارو میکنه خیلی مخفیانه این کارو انجام میده. آیا شما قادر بودین شناسایی کنین افراد این چنینی رو؟ بالاخره معلومه تمام کسانی که این کار رو میکردن هرچند مخفی بودن واسه همه شناخته شده بود، ولی خب به صورت به قول معروف چیزی ظاهر نمیشد ازشون، خیلی مخفیانه فقط گزارش رد میکردن. آقای جاوید تهرانی، موقعی که سرگذشت شما رو روی اینترنت میخونیم ما و من خودم خوندم، این نکته رو متوجه شدم که شما در زندان‌های مختلف رژیم بسیار جابجا می‌شدید. علت این جابجایی چی بوده؟ بیشترش به خاطر همون اعتراضاتی بود که انجام می‌دادیم، اعتراضاتی که حالا به دلایل چه در حقوق خودمون چه در دفاع از حقوق زندانی‌های دیگه، مثلا در دفاع از کسایی که شکنجه می‌شدن یا کسانی که بی‌عدالتی در موردشون بود، وقتی که اعتراض می‌کردیم خب مسئولین هم به تبع طاقت نمی‌آوردن و یه جور واکنش نشون می‌دادن. خیلی از مواقع به خاطر حقوق خودمون بود، به خاطر اینکه جای خیلی بدی ما رو انداخته بودن. بیشتر جابجایی به خاطر مسئله اعتراضمون بود. آیا شما تنها باقی مونده از قیام 18 تیر بودید یا آزاد شدید یا کسان دیگری از اون موقع هنوز توی زندان هستن؟ والا من کسی نمی‌شناسم به غیر از خودم که مونده باشه. اگرم کسی باشه فکر نکنم کسی سراغ داشته باشه، یعنی اگه فردی تو زندان باقی مونده باشه کسی سراغ نداره از حضورش. آقا جاوید تهرانی، در سال 83 وقتی که شما از زندان آزاد شدید فعالیت سیاسیتون رو کنار که نذاشتید، ولی در کنار همون در کار نصب پوستر و جمع‌آوری پول برای خانواده‌های زندانیان سیاسی فعالیت می‌کردید، یک وبلاگی رو هم مدیریت می‌کردید به نام فرهنگ اصلاحات زندان. میخواستم علت راه اندازی این وبلاگ رو بر ما توضیح بدید و همینطور بگید که از کدوم منظر این اصطلاحات زندان رو مورد ارزیابی قرار میدادید. منظورم اینه که از منظر یک زندانی بود یا شکنجهگران و مسئولین زندان. یکی از آشنای ما پیش از انقلاب یک کتابی نوشته بود که به اسم فرهنگ لومپنیز. بله. من بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودم سال 82 این کتابو از کتابخونه پدرم پیدا کردم، دیدم خیلی از اصطلاحات تغییر کرده بود، خیلی از اصطلاحاتی که این شخص نوشته بود تو کتاب تغییر کرده بود، خیلی‌ها بالکل اصلا معنیش تغییر کرده بود و دیگه اونجوری استفاده نمی‌شد. اصلا اون موقع شروع کردم نزدیک 100 صفحه هم نوشته داشتم که اصطلاحاتی که تو ذهنم باقی مونده بود روی کاغذ آوردم و متأسفانه ولی فرصت تایپش رو پیدا نکردم که تو وبلاگ بذارم. از زمانی که دوباره بازداشت شدم همه اونا رو معمولی ضبطش کردن. خب تو این دست‌نوشته‌ام بیشتر به اصطلاحاتی که زندانیان زیاد به کار می‌بردن و همچنین تجربیات زندگی کردم با زندانیان نو کنترل رو روی کاغذ آوردم. بیشتر میشه گفتش که به عنوان جزوه آموزشی، بیشتر میشه به عنوان جزوه آموزشی ازش یاد کرد، چون که نمیشه گفت به اون صورت فرهنگنامه ای بود، بیشتر یه جزوه آموزشی بود برای زندانیایی که تازه میرن و با اون زندانیان نو کنترل میخوان زندگی کنن. این وبلاگ هنوز در دسترس هست یا نه ضبط شده؟ نه متاسفانه این چون که رو پرشن بلاگ بود همون بعد دستگیری ما پاکش کردن، مثلا که اصلا کنه هست شده از سایتش. الان به چه نوع فعالیت های مشغولید آقای جاوید تهرانی؟ من الان دارم توی مجموعه فعالان حقوق بشر و توی ارگان خبری هرانا کار میکنم. کار اصلی این گروه چی است؟ بیشتر من روی مسائل خبر زندانیان سیاسی و موارد نقض حقوق بشر تو ایران تمرکز کردم و سعی میکنم اون اخبار رو بازتاب بدم. موفق باشین توی کارتون. یک مسئله دیگری که در رابطه با زندانیان سیاسی یکم موجب به وجود اومدن سوالاتی هست، مسئله مرخصی در زندان هست برای زندانیان سیاسی. برای خود من این سوال بزرگی هست و دوست داشتم که شما که اونجا بودید بتونید به سوالم جواب بدید. مثلا بپرسم آیا مرخصی دادن به زندانیان سیاسی توی رژیم ایران یک امر عادی است و هیچ وقت به خود شما مرخصی دادن؟ مرخصی تو زندان‌های ایران باید با اجازه، مخصوصا برای زندانیان سیاسی، باید با اجازه دادستان و رضایت وزارت اطلاعات باشه. یعنی مرخصی رو بعد از زندان تقاضا کنن، زندان نامه رو میده به دست خانواده، خانواده ببره پیش دادستان، دادستان از وزارت اطلاعات استعلام میکنه تا به زندانی مرخصی بدن. خب همه اینا هم
برای اینکه زندانی بتونه این اجازه رو کسب بکنه باید خیلی از قوانین و مقررات رو رعایت بکنه که من این شخص رعایت نکردم و متأسفانه این شخص مرخصی هم نرفتم. و حتی مادرم مریض بود، سال 82 بیمار بود و حتی فوت کرد. بعد از فوتش این مرخصی رو من حاضر نشدم بدن. بله دیدم این خبر رو توی اینترنت، داشتم دنبال سوال حقیقتش میگشتم برای مصاحبه، دیدم و خیلی خیلی متاسف شدم. من تسلیت میگم بهتون. خیلی متشکرم. آقای جاوید تهرانی، با توجه به شرایط بحرانی رژیم و همینطور شرایط خطرناکی که کشورمون رو تهدید میکنه، شما چشمانداز آینده ایران رو چگونه میبینید؟ متاسفانه جامعه ایران با مشکلات فراوانی روبروه. اپوزیسیون ایران هم کار خیلی مشکلی رو پیش رو دارن. در شرایط بسیار سخت اقتصادی مردم قرار دارن. تحریمایی که تو در مورد ایران اعمال شده بیشتر این فشارش رو به مردم آورده تا به حاکمیت. خب عرضم به خدمتتون، از طرف دیگه هم خطر حمله نظامی هم که فکر نکنم کسی با از اون دفاع بکنه هستش. با همه اینا سرنوشت حکومت ایران به نظر من به محکمی با سرنوشت حاکمان سوریه رقم گره خورده و اگر حاکمان سوریه سرنگون بشن به نظر من هم انقلابی‌ها یک روحیه و اعتماد به نفس تازه‌ای پیدا می‌کنن، همین که حکومت ایران ممکنه از سرنوشتی که در آینده برای بشر اسد پیش میاد یه درس عبرتی بگیره. فکر می‌کنید می‌گیره درس عبرت؟ امیدوارم که این درس عبرت رو بگیره و نخواد اشتباهات بشر اسد رو بعد از اعتراضات مردم تکرار بکنه. من از حضورتون در رادیو ایراوا بسیار تشکر میکنم و همینطور توضیحاتی که دادید. آقای جاوید تهرانی، روز یک شنبه سالگرد 18 تیر هست. من دوست داشتم میکروفون رو در اختیارتون بذارم تا اگه صحبتی دارید با هموطنان و همینطور همزبانانی که الان صدای شما رو میشنوند بفرمایید. من تشکر میکنم از همه شما، از همه کسانی که توی این مدت که من زندان بودن زحمت کشیدن و از همه کسانی که برای آزادی ایران تلاش میکنن. متشکرم. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما
بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رون تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه، علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلاغه آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.